سد کرخه از بزرگترین سدهای خاورمیانه و منبع تامین آب شرب و کشاورزی مناطق پایین دست رودخانه کرخه در شرایط بحرانی قرار دارد. در حال حاضر تراز سد حدود 179 متر و حجم مخزن آن حدود 1 میلیارد و 41 میلیون متر مکعب است. از این میزان حدود 300 میلیون متر مکعب حجم مرده محسوب می شود و فقط حدود 700 میلیون متر مکعب آب قابل برداشت وجود دارد. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان می گوید وضعیت موجودی منابع آب سد کرخه از سایر سدها بحرانی تر است و ورودی آن از ابتدای سال آبی جاری نسبت به میانگین بلند مدت حدود 60% کاهش داشته. 6 استان درون حوزه آبریز کرخه قرار می گیرند و بار آبی اغلب آنها روی این رود قرار دارد. به همین دلیل وقتی بار کشاورزی در بالا دست اضافه می شود، مناطق پایین دست کرخه یعنی استان خوزستان نیز دچار تنش می شود. آورد آبی به استان خوزستان از نظر تاریخی حدود 5.2 میلیارد متر مکعب بوده که در 15 سال گذشته به غیر از سال 98 که سیلابی بود به طور متوسط به 2.5 تا 2.6 میلیارد متر مکعب رسید. این یعنی آورده آبی خوزستان طی سالهای گذشته نصف شده است. مهدی قمشی رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه چمران اهواز میگوید توسعه مصرف در حوزه رودخانه کرخه روز به روز بیشتر می شود و علت اصلی آن هم مصرف بیش از حد درون حوزه است و اثر تغییر اقلیم آنقدر نیست که آورده آبی را نصف کند. داره روز به روز بیشتر میشه. بنابراین داره فشار به حوزه کرخه بیشتر خواهد شد در استانهای بالادست. از جمله سدی ما وزارت نیرو داره میزنه توی استان لرستان سنگ تنگ معشوره که حجمش حدود فکر میکنم 500 میلیون متر مکعب باشه که خب حجم زیادیه و اونم برای مصارف کشاورزی و توسعه‌ای هست و لذا وضعیت کرخه در حالت متوسط هم از این وضعیتی که ما درش قرار گرفتیم و یا تو سالهای اخیر با شروع برو بودیم بدتر خواهد. با شرایط فعلی خوزستان این استان سالیانه به 25 میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد، اما در سالهای گذشته از مجموع همه رودخانه هایی که به این استان وارد می شوند هیچ وقت این عدد محقق نشده است. طبق اعلام مسئولان سازمان آب و برق خوزستان، آب موجود در این سد فقط می تواند برای شرب و محیط زیست پایین دست مورد استفاده قرار گیرد و کشت تابستان ممنوع است. سد کرخه به اولین هدف خود یعنی جلوگیری از تخریب های ناشی از سیلاب نرسیده است. خسارت عظیمی که سیل در سال 98 به دشت بستان و سوسنگرد وارد کرد درباره میزان اثر بخشی آن تردید به وجود آورد. متاسفانه توی مدیریت کلان آب کشور هم یا حکمرانی آب هم هیچ سیگنالی که بتونیم در حقیقت امیدوار باشیم که این روند مدیریت آب رو به تغییر و شاهد چشم‌انداز بهتری خواهیم بود در آینده متاسفانه نیست و لذا باید بگیم در این حوزه هم روز به روز اوضاع در حقیقت بدتر خواهد شد. کشورمون یک کشوری نیست که با این آبی که داره بتونه کشاورزی رو در حقیقت در حد خودکفایی در همه محصولات بتونه ادامه بده. به هیچ وجه استعداد این رو نداریم. ما باید توسعه در بخش کشاورزی رو محدود بکنیم. الان ما هم تو حوزه کرخه که عرض کردم خدمتون، هم تو حوزه مارون الان ما یه سد مارون 2 داریم میزنیم، اونم برای توسعه کشاورزی. برای کجا؟ یعنی هم تنگ مشهور هم مارون 2 برای کجا داریم کشاورزی رو توسعه میدیم؟ برای جایی که کشت دیم متداوله و هیچ مشکلی نداره و مقدار بارشاشون به گونه‌ای که میتونن کشت دیم رو برای کشور داشته باشن و تا الان هم انجام میدادن. ولی حوزه کرخه به جز سال 98 که سال پر آب بود و فوق پر آب هم بود و فارغ از این که خب همه تالاب آبگیری شد و سدها پر شدن، خب یه مقداری هم لطمه زد به زندگی مردم، ولی در اصل بعد از سال 90 و تابستان 98 یعنی در حقیقت بهار 98 که گذشت، ما سال آبی 98-99 دوچار خوشسالی بود. این حوزه 99400 هم دوچار خوشسالی بود. 1400-1401 هم که الان درش هستیم متاسفانه دوچار خوشسالی مفرط شده. این حوزه چون
الان سومین ساله که دچار خشکسالیه و متاسفانه این خشکسالی هم امسال مفرط بوده تو حوزه کرخه. متاسفانه مسائلش بسیار بسیار حاد شده. یعنی ما سال آبی گذشته از تو حوزه کرخه چون مردم شلتو کاری کرده بودن و اغلب زمینای کشاورزی اون حوزه زیر کشت چلتوک رفته بود، کشور مجبور شد از ذخایر استراتژیک سد کرخه و سیمره هم برای تأمین آب پایین دست استفاده بکنه، همینطور تأمین حقابه هورالعظیم. دومین هدف احداث سد کرخه، توسعه و بهبود کشاورزی در سطح 320 هزار هکتار اراضی دشت آوان، دوسلق، سوسنگرد، شوش و هویزه بود که این هدف هم طبق نظر کارشناسان این حوزه محقق نشده و آبی برای رهاسازی به سمت مزارع وجود ندارد. سومین هدف از ساخت سد کرخه، تولید 400 مگاوات برق بود که به نظر نمی رسد این هدف هم قابلیت تحقق داشته باشد، چون تراز سد کاهش یافته و فقط 1 میلیارد حجم دارد. به همین دلیل در تابستان سال جاری نمیتواند در مدار تولید قرار گیرد. این کمبود یا پایین آوردن تراز تو کرخه امسال بنا بود، امسال آبی یعنی از مهر ماه به بعد بنا بود یه مقدار جبران بشه، ولی متاسفانه این حوزه باز برای سومین سال متمادی دچار خشکسالی مفرط شد و نتونست اون کمبود آبی رو که سالهای قبل تخلیه کرده بود و از تراز معمولش که 186 بود و پایین‌تر اومده بود نتونست اینو جبران کنه. الان تراز فعلی 179 و تراز توربینا 186 که نشون میده که حدوداً 500 میلیون متر مکعب زیر تراز حداقلی خودش هست. ورودی به کرخه هم الان 20 متر مکعب در ثانیه است و تخلیه 40 متر مکعب در ثانیه. یعنی چی؟ یعنی ما داریم از این تراز باز هی داریم کم میکنیم، یعنی منفیش داره روز به روز بیشتر میشه. البته الان این ماه اردیبهشت ماه در حقیقت بحرانی برای حوزه کرخه نیست. چرا؟ برای اینکه هنوز شلتوکا رو نکاشتن و ما آینده داستان شروع میشه، یعنی از خرداد ماه بعد ما باید منتظر فشار روی کرخه باشن. البته اگر بتونن با این مدیریتی که اعلام کردن که کشت نشه تو حوزه، خب انشالله مشکل نخواهیم داشت، ولی اگر مثل پارسال گذشته از دست مسئولین در بره و کشت بشه این حوزه، در حقیقت مشکلات اجتماعی خواهیم داشت و اصلا حوزه کرخه قادر به تأمین آب که در حقیقت بخش کشاورزی نیست. حد اکثر بتونه آب شور و بهداشت و همینطور احشام رو، دامای سبک و سنگی رو با یه تمهیداتی بتونه ایجاد بکنه و همینطور تر قدیر رو، البته آبرسانی قدیر رو بتونه تأمین کنه. عوامل مختلفی در ایجاد این شرایط برای حوزه آبریز کرخه مؤثرند، از کمبود بارش تا تغییر اقلیم، بهره برداری غیر معقول و عدم مدیریت یکپارچه حوزه آبریز. طی سالهای اخیر سازمان محیط زیست حقابه هورالعظیم را 1.4 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و خواستار حفظ آن در پایین‌ترین نقطه شد. از سوی دیگر نیز در بالادست و استانهایی مانند کرمانشاه، ایلام، همدان و لرستان سدهای متعددی احداث شد. از جمله سدهای در دست ساخت نیز میتوان به سد معشوره و مارون 2 اشاره کرد. در حال حاضر ورودی و خروجی سد کرخه 30 متر مکعب بر ثانیه است و با توجه به اینکه مخزن سد سیمره در بالادست هم حال و روز خوشی ندارد، پیش بینی می شود که این دبی ورودی به مخزن سد کرخه روندی کاهشی یافته و به دنبال آن آب خروجی از سد هم به شکل محسوسی کاهش یابد.